توی آموزش امروز قراره با دو تا نرم افزار و یک ترفند بررسی بکنیم که چجوری میتونیم از طرح‌ها و نقشه‌هامون توی ویندوز محافظت کنیم. سلام دوستان عزیزم، امیر شفیع‌زاده هستم با یک آموزش جدید. ببینید، من یک نظرسنجی گذاشتم که آیا تا حالا فایلتون رو کسی ازتون زده، دزدیده یا نه، و حدوداً 50-50 بود، یعنی 50% واقعا مثل این که فایلشون رو دزدیدن. من خودم فکر نمی‌کنم یه همچیزی باشه، چون تا به حال برای خودم یک همچین اتفاقی نیفتاد، حالا شاید به خاطر اینکه خیلی من بیش از حد محتاط هستم. در هر صورت تو این آموزش میخوام در رابطه با نحوه در واقع محافظت از فایل ها، حالا با روش قفل گذاری یا یک ترفند ساده، براتون صحبت بکنم. روشی که اینجا صحبت میکنم روشی ساده هستن و امیدوارم که به درتون بخوره. یه سری توضیحاتی هم دارم، در انتهای فیلم توضیح خواهم داد، چون بعضیاتون شاید بخواید فقط راه ها رو ببینید، نمیخواید من زیاد صحبت بکنم. اول در رابطه با روش ها میگم و در انتها باشید، در انتهای چند کلامی هم صحبت براتون دارم. خب در رابطه با روش هامون، اول میام از نرم افزارا و روشایی که اصلا ما داریم دم دستمون روی سیستم، معمولا از اون استفاده میکنم. نرم افزار وینرار رو به احتمال زیاد شما در کنار خودتون دارید. ببینید، من سرچ میکنم وینرار، ببینید وینرار، اگه ندارید حتما نصب بکنید، چون این اصلا کلا برای تبدیل فایل زیب، تبدیل فایل رار باز کردنشون نرم افزار بسیار قابلیه و با قابلیت های بالاست. خب اینو دانلود بکنید و نصب بکنید. اون وقت اگر بخواید چیزی رو ازش محافظت بکنید، به راحتی این نرم افزار براتون این کار رو انجام میده. ببینید، من اینجا یه فایل رویت دارم، یه فایل مکس دارم، یه فایل اتوکد دارم، یه دونم عکس دارم پی ان جی. اینا رو میخوام ازشون محافظت بکنم، یعنی حالا یا همشون توی یه قالب فایل یا به صورت جدا جدا. حالا من همه رو در قالب یک فایل میخوام محافظت بکنم. چجوری این کار رو انجام میدم؟ کل اینا رو انتخاب میکنم، یه راست کلیک میکنم روشون و اینجا گزینه Add to Archive رو انتخاب میکنم، برای اینکه اینا رو آرشیو بکنیم. بنابراین من این رو میزنم و تو این پنجره که برام باز میشه یک اسمی براش میذارم، هر اسمی که شما دوست دارید، مثلا اسمشو میذاریم تست به عنوان مثال. و بعد این پایین، بعد مقدار در واقع فشردگی هم اینجا میتونید در واقع تعیین بکنید، اینجا میگید زیپ بشه یا رر بشه. و نکته مهمی که الان ما دنبالشیم ست پسورده. حالا اینجا هم گزینه‌ای هستش که میتونید داینامیک تر بکنید و کاری به اونا نداریم، تبدیل فایل اگزه مثلا بکنید، کاری به اونا نداریم. ست پسورد رو میزنم و یک پسورد بهش میدم، مثلا پسورد 123، که مسلما شما پسورد 123 نمیدید، پسورد بهتری رو میدید. خب تا اینجا اوکی رو میزنم و اینم اوکی میکنم و میبینید که یک فایل رر به شما میده یا زیپ به شما میده. کسی اگه رو این دابل کلیک بکنه، این باز میشه، محتویات توش رو به شما نمایش میده و بعد اگه خواستید میتونید باز بکنید. اگه بخواید هر کدوم از اینا رو باز بکنید، اگه دابل کلیک روش بکنید، از شما رمز رو میخواد، که اگه رمز رو به اشتباه من بزنم، میبینید که میگه پسورد اشتباهه. یا حتی اگه بخواید کلش هم باز بکنید، یه راست کلیک و اکستراکت فایل رو میزنید و اینتر و ازتون پسورد میخواد، اگه درست بزنید براتون فایل رو باز میکنه. خب اما نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، من اینو پاکش بکنم، نکته بعدی اینه که شاید شما بخواید کسی که میخواد اینو باز بکنه، اول نه فایلای توشو نمایش بدید دیگه، اول فایلای توشو نمایش داد بعد من رمز زدم که باز کرد یکیشو. خب میخواید اول رمز رو بخواد، اگه رمز درست بود فایلای توشو نشون بده. شاید یه موقعی اصلا فایل توش نمیخواید کسی بفهمه چی هست تو این فایل زیپه، خب که خودش امنیت کار ما رو بالا میبره، چون وقتی شخص ندونه تو چیه، خب شاید تلاشی هم نکنه که بخواد بازش بکنه. خب پس من کل اینا رو میگیرم، یه راست کلیک میکنم، اد تو آرکایو رو میزنم و بعد اینجا ست پسورد رو میزنم و اینجا همون 123 رو میذارم، این تیکر رو میذارم. این تیکر رو اگه بذارید دیگه، تا شخص رمز رو درست وارد نکنه اصلا نمیتونه بفهمه تو این فایل چی هستش. خب این تیکر رو میذارم اوکی و یک اسمی هم براش دوباره میذارم تست و خب همون رر بشه اوکی. خب ببینید، الان اگه من روی این دابل کلیک بکنم، اصلا محتوی توش نمایش نمیده، اول رمز رو میپرسه. خب من میذارم 123، اینتر رو میذارم و حالا تازه محتویات توش رو من نمایش میده. خب این روش اول
در واقع محافظت از فایل ها بود که کسی نتونه به این راحتی ها به این دسترسی داشته باشه. خب بریم سراغ روش بعدی. روش بعدی که میتونه به همراه این روش اول باشه، یعنی شما میتونید فایل رو زیپ بکنید، تو این پوشه بندازیدش. حالا چیکار میکنید؟ این پوشه رو میبینید دیگه، این پوشه است. خب اینم بذارم بالا، حالا میخوام آخر صحبت بکنم در روش. شما میتونید این پوشه رو اصلا مخفیش بکنید، کسی اصلا نتونه این پوشه رو ببینه. خب چجوری این کارو میکنم؟ یه راست کلیک روش میکنم، میام تو پراپرتیز و میام تو کاستماایز، این دکمه چنج آیکون رو میزنم و میام یه مقدار جلوتر. ببینید اینجا یه ردیف انگار خالیه، اینا فولدرهای با علامت خالی هستن، یکشون انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. خب میبینید که بلافاصله این اومد و اون آیکون فولدر رو برای من مخفی کرد. خب یه مسئله دیگه که داریم اسم فولدر. خب این خیلی بده دیگه، از اسم میشه فهمید این زیر یه چیزیه. اینو چیکار کنیم؟ من میام روی این رینیم میکنم، انتخاب راست کلیک رینیم، یا F2 هم بزنید باز رینیمه. خب با بک اسپیس اسمش رو حذف میکنم، حالا Alt رو نگه میدارم، تایپ میکنم 255، حالا بیرونش کلیک میکنم. خب اینجا Yes رو هم میزنم، ببینید کلن مخفی شد، بنابراین یه فولدر کاملا مخفی داریم. فقط نکته که در رابطه با این روش هست اینه که شاید شما یه وقت حواستون نباشه و این فایل رو ناخودآگاه بگیرید و حذفش بکنید. من لحظه ببینم اینجاست فایله، ممکنه حواستون نباشه بگیرید و حذفش بکنید. به خاطر همین بهتر از این یه کپی رو فلشتون داشته باشید و بعد اینو اینجا استفاده بکنید. این بیشتر به درد مواقعی میخوره که میخواهید یکی نهید فضولی بکنه رو سیستمتون، یا تو نگاه اول نتونید رو پیداش بکنه موقع فضولی کردن، به درد این جور مواقع میخوره، وگرنه روش بسیار امنی به حساب نمیاد. بنابراین یه جای امن میاد، یه نسخه ازش نگهداری میکنید و بعد این رو به صورت مخفی اینجا نگهداری میکنید. الان من اگه بیام رو این دابل کلیک بکنم، شما میبینید که فولدرش باز میشه. خب اما روش بعدی به کمک یک نرم افزار حرفه‌ای این کار هست، نرم افزار فولدر گارد. البته اینو بگم نرم افزارهای زیادی هستن که این کارو میکنن، مثل فولدر لاک و حالا اینجا فولدر گارد. که فولدر گارد مزیتی که داره مثل البته باز خیلی از نرم افزارهای دیگه اینه که روی یو اس بی تون، روی هاردتون، رو همه اونا میتونه این قفل گذاری فایل ها رو انجام بده. خب هرچند من خودم با این نرم افزار زیاد به دلایل مختلفی حالا موافق نیستم و بیشتر با وینرار این کار انجام میدم، ولی حالا یه بار میریم و باش امتحان میکنیم. توی این قسمت لاکت این دکمه لاک رو میزنم و اینجا فولدر رو که قراره لاک بکنم و انتخاب میکنم. قبلش اینجا یه فولدر بسازم، مثلا اسمش باشه، یه اسمی براش بذاریم، مثلا اسمش باشه CCC. خب این فایل رو هم میفرستم این تو. خب حالا اینجا میام بروز رو میزنم و اون فولدر سی سی رو انتخاب میکنم و اوکی. حالا اینجا پسورد بهش میدم 123، تبو میزنم 123، نکست رو میزنم، من اوکی رو میزنم، حالا مهم نیست. خب ببینید این الان یک پوشه قفل شده است، من این رو میبندم و به من میگه که آیا میخوای ادامه بدی پروتکت کردن این رو. خب بله میخوام در واقع محافظت بکنه از فولدری که گفتم. حالا این فولدر رو بازش میکنم، شما میبینید که یک دکمه آنلاک اون وسطش نمایش میده. ما توی این یه فایل انداخته بودیم درسته، تا شما آنلاک نکنید محتویات توش رو نمایش نمیده، حتی میگه که این پوشه در واقع خالیه. من آنلاک رو میزنم، پسورد ازم میپرسه، 123 رو میزنم و بعد میبینید که محتویات توش رو به من نمایش میده. حالا من اینجا یه دکمه لاک هم دارم، روی لاک بزنم و یس بزنم، دوباره این قفل میشه به همین سادگی. اما چند تا نکته در انتها بهتون بگم. اولا که هیچ کدوم از این روش‌ها روش قطعی نیستن، یعنی کسی که بخواد کرک بکنه بسته به اهمیتی که فایل داره میتونه کرک بکنه، ولی خب شما بسته به اهمیتی که فایل داره میتونید از این روش‌ها استفاده بکنید. مثلا روش وینرار خب روش در واقع در دسترس تریه و همیشه میتونید رو هر سیستمی استفاده بکنید، ولی مثلا روش فولدر گارد اینجوری نیستش. خب این یه نکته بود. نکته بعدی هم که هستش اینه که نرم افزارهایی هم که میتونن این کار انجام بدن خیلی زیادن و از همه شما میخوام که اگر با نرم افزار دیگه ای توی این زمینه کار کردید و میتونید برای بچه‌ها اینو معرفی بکنید، حتما زیر پست این نرم افزار رو به ما و به همه بچه‌ها معرفی بکنید که هممون بتونیم استفاده بکنیم. ممنونم که من همراه هستید، امیدوارم از این به بعد فایلاتون بتونن توی سلامت باشن، یه مقدار به کم کردن این دغدغه کمک کرده باشم. خدا نگهدارتون تا روزهای آینده و آموزش‌های بعدی.